شما فرمودید که شیعیان امروز سبعی هستند، طرفداران مثلا پیروان عبدالله ابن سبعی یهودی هستند. همین اعتقادی را که سبعی ها شما نشون دادید، من ثابت می کنم که همین اعتقاد را امروز مراجع شیعه و سخنگوی مراجع شیعه و کانال مراجع شیعه، کانال ولایت یا زلالت و آقای قزوینی داره. دقیقا همین اعتقاد را ایشون داره. دوستان عزیزمون در اتاق فرمان، اگر لطف بکنن این صفحه رو نشون بدن که من نرم افزاری رو خدمت شما عزیزان معرفی می کنم. این نرم افزار هست، نرم افزار شمیم گل نرگس. دوستان عزیز در اتاق فرمان اگر لطف بکنن این نرم افزار رو نشون بدن. بله، این شمیم گل نرگس و اینم آرم مؤسسه ولیعصر، و قزوینی هم بارها درباره این نرم افزار صحبت کرده و این رو تعریف کرده ازش. و جالب است بدونید که در بین نرم افزارهای مذهبی در ایران از طرف حکومت جمهوری لااسلامی برای این نرم افزار جایزه هم به عنوان بهترین نرم افزار سال داده شده. در بخش بعد از ظهور در این نرم افزار، در این قسمت وقتی که ما مراجعه می کنیم در مورد برگشتن حضرت علی به دنیا، همین عقیده سبعی ها که داشتن رو در این نرم افزار می بینیم که طبعا این عقیده قزوینی و مکارم شیرازی و حوزه علمیه قم و آخوندهای دجال صفت هست. این آخرین برگشت حضرت علی به دنیا و کشته شدن شیطان. در اینجا اول دلایل رو میاره از سوره سات آیه 79 آیه 81. طبعا اینا قرآن رو برای خودشون ناظرن که هر طوری که دوست دارن تفسیر و ترجمه بکنن. و حضرت امیرالمومنین برگردد و این آخرین برگشت آن حضرت است و راوی گفت که مگر علی رجعت‌های بسیار خواهد داد؟ گفت فرمودن بله. البته جالب این که حضرت علی چند مرتبه زنده میشه میمیره، زنده میشه میمیره، طبق اعتقادی که در این نرم افزار بیان کردن. ور امامی که در قرنی بوده باشد، نیکوکاران و بدکاران زمانی او برمیگردند تا اقتال مؤمنان را بر کافران غالب گرداند و مؤمنان از ایشان انتقام بگیرند. و جالب است که بیش از 40,000 سال طبق این روایاتی که در اینجا دارن ایشون حکومت میکنه و در این موقع به اصطلاح جنگ هایی صورت میگیره و این مسائل. خلاصه این موضوع رو که اشاره فرمودی جناب استاد، من یاد این نرم افزار و این مطلب افتادم که جا داره در اینجا برای اثبات این که مراجع شیعه امروز، شبکه های اینا، همون سبعی ها پیروان عبدالله ابن سبعی یهودی هستن.